سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر، صبح زیباتون بخیر، طلوع روز دیگر بر شما مبارک. خوش آمدید به امروز دوشنبه 26 اسفند ماه با کلیک راست و من مرجان صادق زاده همراه باشیم با اخبار روز دانش و فناوری. شروع میکنم این بخش رو با ابلاغ مصوبه جدید خدمات ارزش و افزوده به اپراتورها که وزیر ارتباطات عنوان کرده از پایان دادن به کلاهبرداری های خدمات ارزش و افزوده طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات. آذری جهرمی در توییتر خودش اعلام کرده که با وجود چالش ها و فشارهای بسیار زیاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره پایان دادن به کلاهبرداری های خدمات ارزش افزوده به اپراتورها ابلاغ شده. مطابق این مصوبه هر گونه جمع‌آوری مبالغ بابت خدمات ارزش و افزوده برای مشترکان تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دائمی و پیش پرداخت اعتباری صرفاً باید از محل اعتبار خدمات ارزش و افزوده انجام بشه. ضمن اینکه این مصوبه قرار هستش در 2 ماده و 17 بند به تصویب برسه و از 15 اردیبهشت سال 99 لازم الاجرا هم می شود. به سراغ خبر بعدیمون، پایه نگهدارنده با قابلیت شارژ بیسیم و پخش موسیقی. ویدیویی که الان حالا بعد از صحبت من ملاحظه می‌فرمایید خیلی جالبه، نشون میده که پایه‌های نگهدارنده که بسیاری توی بازار برای گوشی‌های تلفن همراه وجود داره که یکی از بهترین‌هاش پایه نگهدارنده مربوط میشه به شرکت شارپر ایمیج هستش که این پایه طراحی بسیار زیبایی هم داره، قابلیت شارژ بیسیم رو داره، به این شکل که محض اینکه روی پایه قرار میدین قابلیت پخش موسیقی رو هم اجرا می‌کنه. سوال خبر بعدی و علاقمندان به واتساپ و کسایی که خیلی از واتساپ استفاده میکنند، قابلیت زمانبندی حذف پیام بهش اضافه شده. پس از آپدیت جدید و اضافه شدن حالت شبانه به پیام رسان واتساپ، حالا به نظر میرسه که اونها قصد دارن قابلیت حذف خودکار و زمانبندی شده به پیام ها رو به خودشون اضافه کنن. در نسخه های جدید بتای واتساپ گزینه تنظیم حذف پیام های زمانبندی شده یعنی خود حذف شونده در گپ های خصوصی وجود داره که کاربرها میتونن مدت انقضای پیام ها رو بین 1 ساعت، 1 روز، 1 هفته، 1 ماه و یا حتی 1 سال انتخاب بکنن. در این حالت پس از تنظیم زمان یک نماد ساعت در کنار پیام شما ظاهر میشه و میتونید زمان ناپدید شدن پیام رو مشاهده بفرمایید. و یک ویدیوی دیگر هم براتون آوردم از یک گجت جدید واسه کسایی که زیاد با کامپیوتر کار میکنن، در حین استفاده از کامپیوتر میتونند ورزش هم بکنن. بخش فناوری کلیک راست امروز رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان تا بخش خبری ساعت 10.